بخش گم شدگان. آقا من با سرتو دارم اینا رو میان پرمنده ها گوشتم رو میده نگامش خواهش میکنم هر روز هم میگی خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم شروع نکنیم آقا دیروز من همینو گفتی به من پرمنده ها بفرمی بیرون خواهش میکنم نوبتون خانمه که از صبح زور اینجا نشسته بنده خدا بفرمایید آقا خواهش میکنم بفرمایید مادر شما گفتین چند وقته بچه تو گم شده سه روز و سه شبه آقا تو را خدا شما دیگه منو نفرسین یه اداره دیگه چشم مادر چشم شما بفرمایید بشین چشم چند سالش هست بچه تو؟ جمعه دیگه قرون 30 سالش تموم میشه اسمشون چیه؟ ایران پور اسم کوچیکشم نسیمه ببخشید مادر به خاطر اسمشون میپرسم که به هر دو جنسیت میخوره فرزندتون آقا هستن یا خانم؟ چی شد مادر؟ دو سال پیش نیمه پاییز همین موقع ها بود که پسر من انداختن تو این بازی و حالا مرور میکنیم 2 سال پیش زندگی نسیم و مادرش را صحنه دوم نیروی انتظامی 2 سال پیش حالا خوب نگاه کنیم ببینید چه جوری بهتون ثابت میکنم که با این همه شما بچه خودت درست نمیشناسید حتی نمیدونی که مرد یا زن این وصله ها به پسر من نمیچسبه جناب سرهن اگه به شما ثابت کردم چی؟ اختیار دارین این پسر تمام عمرش کنار من زندگی کرده از چشای خودم بیشتر میشناسمش میدونم حتی آزارش به یه موچه نمیرسه این بچه عاشق آدم هاست عاشق حیوان هاست عاشق زندگیه آخه چطور ممکنه یه خلافی ازش سر زده باشه که کارش این وقت شب کشیده باشه به اینجا پاس کن زیاد احساساتی نه شما ده من بهت میگم چرا آقازادت اینجاست امشب هم با شما خونه نمیام چون اولا هم شما هم من هر دومون میدونیم اولین بارش نیست گذرش پاسکا میفته دوم اینکه اونطور که شما فکر میکنی پاک و معصوم و بیگناه نیست مگر اینکه به مهمونی رفتن گناه باشی جناب سرهنگ که والا به خدا دوری ما مهمونی رفتن گناه نبوده اجازه بده موضوع به همین سادگی هم نیست دستگیریش فقط به خاطر رفتن به اون مهمونی نبوده قضیه عمیق‌تر از این حرف هاست خودتون میبینی آخه توی مهمونی چی کار میشه کرد؟ گفتم اجازه بده خب یا اینکه یا مثلا یه موزیکی گوش کنن و یه رقصی بکنن جوانه باشو هستا باشو الان معلوم میشه که چقدر مراقب بچت بودی و میدونی که هیچ کار غیر اخلاقی از این سر نمیزنه در واقع باید گفت ضد اخلاقی اول دکمه پیرن تو باز کن حالا درش بیار حالا شلوارت هم در بیار تا مامان ببینه چه پسر با اخلاقی داره فقط یه بازی بود بله بله جناب سرهنگ این اتفاقا این بچه از همون موقعی که خیلی کوچیک بود علاقه من بود که نقش
نقش بازی کنه و منم پدر خدا بیامرزش رو بخندونه. همه دور و بری ما میگفتن بابا این بچه رو بذارین مدرسه هنرپیشگی، شاید علاقه من باشه. من حماقت کردم نذاشتمش. حیف. استغفرالله. حرفا میزنی مادر. اما این دیگه بچه نیست. به قول خودش 28 سالشه. ولی هنوز دو هفته مونده که 28 سالش بشه. به هر حال امشب نه بچه بوده نه تو خونه این کار کرده. آقا پسر شما امشب این بازی رو توی مکان عمومی انجام داده. البته جناب سرور، اون مکان عمومی نبوده ها، یه مهمونی خصوصی بوده توی یه خونه خصوصی، خونه یه دوست. همین مامان. همین مامان برای ما که مأمور برقراری امنیت شهریم مهمونی خصوصی عمومی فرقی نمی کنه. هر مهمونی خصوصی برای نیروی انتظامی مهمونی عمومی تلقی میشه. معنیش هم اینه که مأمورای ما حق دارن بدون ارائه مجوز، بدون ارائه مجوز وارد اون مهمونی بشن و هر چیز و هر شخص مظنون رو بگیرن با خودشون بیارن اینجا یا هر پاسگاه دیگه، فرقی نمی کنن. حالا شیفه هم شدی بسر جون؟ بله جناب سر. آقازاده شما همراه با اون چند تا دوست دیگرش امشب رو مهمون ما هستن. آقا تو رو براشون هم خوبه هم مفیده که یه شب از بغل مامان جونشون دور باشن. اما شما فردا صبح یه دست لباس مردونه آدمیزادی همراه خودت میاری که این آقا پسر بپوشه و بره رد کارش. البته اگه کاری داشته باشه. پس لباسای خودت چی شد؟ همونا که صبح باش زده بودی بیرون. اونا جمشید جان. خب چرا ورشون نداشتی؟ خب مأمور اجازه ندادن. حالا شما نمیخواد نگران لباساتون باشی نه؟ اونا رو میتونی بری فردا از خونه دوستتون برداری. حالا اجازه است لباسامو بپوشم جناب سرور؟ فعلا نه. مادر شما هم دیگه لازم نیست اینجا باشی. بفرمایید. آخه این بچه سرمون جلوشونو خانم بده. تو رو خدا بذارین لباسشو بپوشه. بفرمایید. جناب سرهنگ. خواهش میکنم. شما نگران نباش. گفتم بفرمایید. خیال کردم شروع کردی شام تو بخوری.
نه هنوز. خب پس منم منتظر میشم. نه خیال کنی بگم عجله کنی یا نه. عجله واسه چی؟ میگم نسیم اگه میخوای موهاتم با سشوار خوش کنی بکن مادر، من صداش اذیتم نمی کنه. نه اذیتم نمی کنه. نمیخوای بگی تو اون نامه چی نوشته؟ از موقعی که برگشتی تا حالا چندین و چند دفعه اونو خوندی؟ نمیخوای بگی چی توش نوشته که حتی اشتهای شام خوردنم ازت گرفته؟ چی ماما؟ چیز مهمی نیست. اگه مهم نیست پس چرا قایمش میکنی؟ ای کاش میتونستم از تو قایمش کنم و هیچ وقت هم بهت نشونش ندم. پس به منم مربوط میشه. نه ماما، به تو مربوط نمیشه. فقط اما چی بشه؟ چی؟ اما در پاکتنامه باز بود قبل از اینکه به من برسه. خب آره درسته باز بود. پس تو گفتی که درشو باز نکردی. من هیچ وقت نامه های تو رو باز نمیکنم. میکنم. قیل از اون چند دفعه که دیگه واقعا دلم شور میزد. این یکی هم بدونی که با رنجی که درش باز بود انداختنش تو خونه. من بازش نکردم. من که میدونم تو همه چی رو برای مامان تعریف میکنی. بعد دیگه چرا نامه ها تو باز کنم؟ وقتی میدونم تو هیچی رو از من قایم نمیکنی. حالا بگو ببینم تو این چی نوشته. ها؟ مربوط به شغلته؟ میگه میتونه مربوط به چی باشه؟ لابود بانک. از بانک اومده. نه ماما، نه مربوط به شغلم و نه به بانک ربطی داره. گفتی به منم مربوط میشه. ها؟ نه گفتم به تو مربوط میشه. گفتم متاسفانه باید تو رو در جریان بذارم. ای بابا دیگه منو که در جریان گذاشتی دیگه. ای ماما، رو راست اصلا دلم نمیخواست پای تو هم کشیده بشه به این ماجرا. خب حالا که میبینی شده. منیجه خانوم میگه هیچی بین مادر و فرزند نباید مخفی باشه. بین اون و پسرش هم هیچ چیز مخفی وجود نداشت. تا اینکه پسر احمد بدونی که به مامانش بگه رفت چیکار کرد؟ رفت به همه جای بدنش به تنش حلقه آویزون کرد. یک حلقه های عجیب غریبی به یه جاهایی از تنش. میگم حالا بگو ببینم این تو چی نمیشت. بگو چی نمیشت. سر و پا باشه. بخون دیگه. احضاریه برادر نسیم ایرانپور فرزند صادق، طبق دستور اداره مربوطه به شناسایی افراد معلوم الحال و شناسایی افرادی که با رفتار زننده و ضد اخلاقی خود باعث اخلال در جامعه میگردند و با رفتار ناهنجار موجب مزاحمت مردم میشوند به شما ابلاغ میگردد که در تاریخ تعیین شده زیر رأس ساعت 9 صبح همراه با حداقل یکی از وابستگان خود به دفتر مرکزی این نهاد که آدرس آن در بالای نامه آمده مراجعه نمایید. یادآوری: در صورت عدم حضور بررسی پرونده به ستاد مبارزه و مفاسد اجتماعی واگذار می‌گردد. جهت اقدام فوری. حتما یه اشتباهی شده مادر. آخه تو که رفتار زننده و ضد اخلاقی نیست. تو که جزو آدمای معلوم الحال نیستی. ظاهرا برای اونا هستم. آخه تا جایی که من میدونم آدم معلوم الحال به لات و چاقوکش و مردم آزار میگن. تو که نه لاتی قربونت برن نه تا حالا آزارت به هیچ کی رسیده. حتما به خاطر اون لباس هست. آخه چرا؟ چرا اون لباس پوشیدی اون شب نسیم؟ اگه یک کلمه به من گفته بودی مادر من میخوام این لباس رو بپوشم بهت میگفتم بچه جان این مامورای امنیتی همه جا هستن. اگه تو رو با این لباس بگیرم میدونی چه قشقرکی میشه؟ اگه تو فقط به من یه اشاره کرده بودی پسر یه اشاره بهت میگفتم مادر اینا که خودشون میگن همه جا هستن. خب همه جا هستن دیگه. خب باشن مامان، ولی آخه چیکار به لباس پوشیدن من دارم؟ از خواب بیدار شد دیگه بچه که نیستی که. اگه بیداری تو این مملکت یعنی احتیاط و احتیاط و احتیاط. مامان من اصلا دیگه خسته شدم از این بیداری. به بیداری یعنی که آدم یه لباس دیگه ای بپوشه برای اینکه رفقاشو بخندونه، نه اون لباس مسخره.
یه لباس یه بلند یه مرد عرب، یه لباس افریقایی، یه لباس کردی، نه کردی هم نه پوش خطرناکی، هر چیز دیگه ای پوشیدی از این لباس مسخره بهتر بود. به خاطر اون لباس، اون شب، تو اون پاسگاه اینا به تو شک کردن، شک کردن که تو هم مثل این مرده هست که وضعشون خرابه. مامان، منظوری چی که وضعشون خرابه؟ یعنی این مرده که به ظاهر مردن ولی باطنشون یه چیزای دیگه حرف میزنه. منیژه خانوم میگه تمام این درد سرا واسه اینه که جوانای این مملکت میخوان ادای جوانای غربی رو در بیارن. آخه میشه که اینجور چیزا تو غرب موده. خدا روشو که موردم پیدا شد که ثابت کنه منیژه خانومم ممکنه اشتباه کنه چیزی ندونه. آخه مادر من قربونت برم، من میشه از ظاهر آدم و باطنشون رو تشخیص داد؟ تو از کجا میدونی منیژه خانوم اینا رو نمیدونه؟ اتفاقا منیژه خانوم از همه چیز همه جا خبر. خبر دورت بگردم. همون چیزی که قبلا درباره اش حرف زده بودیم. خب اینجا هم ممکنه جوانایی باشن که مایل آدی جوانای غربی رو درگیرن. توی همه کشور شرقی این تمایل توی همه جوانا هست. اما این دلیل نمیشه که همه ما داریم ادا در بیاریم. من میرم شامت گرم کنم، بعد باید این کتر رو تموم کنم، تحویل صاحبش بدم. دلی شامت ها فعلا از همه چی مهمتره. منظورم اینه که علم ثابت کرده این موضوع همش هم از آمد نیست. طبیعت، مامان طبیعت ثابت کرده اینجور آدم ها با همین رو شکل و شمایل و با همین رو تمایلات جنسی از شکم مادرشون زاییده میشن و بعد هیچ چیز رو هیچ کس نمیتونه عوض کنه. مامان نمیتونه عوضشون کنه. شکم مادر، این چیزا هیچ رفتی به مادر نداره، نداره دستی. صحنه چهارم، دفتر روانشناس نیروی انتظامی. چیزی مصرف میکنه؟ نه آقای دکتر، بچه من سیگارم نمیکشه. خانم، خیلی ها سیگار نمیکشن اما خیلی چیزهای دیگه میکشن. خودت چی میگی؟
عبادی چیزی مصرف میکنی؟ نه آقا دکتر. تزریق. تزریق چی؟ نه آقا. این شما سوالات چی ازش میکنی؟ آقای دکتر پاشو بگیم. بفرمایید خانم. پزشک محرم اسرار مردمه. مخصوصا پزشک روانشناس که کارش کمک به روح و روان بیماره. آقا بچه من که بیمار نیست آقای دکتر. شما از کجا میدونید که بیمار نیست؟ چه تجربه در این امور دارید؟ اجازه بدید من تشخیص بدم که ایشون بیمار هست یا نه. چند وقته که این تمایلات تحت به وجود اومده؟ چند وقته که مبادرت به پوشیدن لباس زنونه میکنی؟ این درستی ساقای دکتر؟ من لباس زنونه تنم نمی کنم و چند علاقه به این کار ندارم. چندان علاقه به این کار ندارم؟ باید بگی چندان علاقه به این کار دارم. طبق چیزایی که توی پروندت موجوده. اون فقط یه شوخی بود آقا. یه بازی بود که قرار بود هر کدوم از بچه‌ها با یه جور لباس غیر معمولی تو مهمونی ظاهر بشن. همین. و شما هم ترجیح دادی با یک لباس کاملا سکسی تو مهمونی ظاهر بشی. چرا؟ برای اینکه لباس دیگه دم دستش نبود آقای دکتر. خب اگه یه لباس دیگه دم دستش بود، خب بچه یه لباس دیگه تنش می‌کرد. نه اون لباس با قول شما جلف. من نگفتم جلف. من گفتم کاملا سکسی. حالا هرچی شما فهمید. شما مجرد هستی؟ بله آقای دکتر. توی خونه خواهر جوون داری که باهات زندگی کنه؟ خیر آقای دکتر. پس توی اون خونه تو زندگی میکنی و مادرت، درسته؟ بله درسته. پس نتیجه میگیریم اون لباس کاملا سکسی مال شما بوده خانم. اگه مال شما نبوده توی خونه شما چیکار میکرده؟ ها؟ مال خود خودت بوده. موقع رفتن به مهمونی زیر لباست پوشیده بودی، درسته؟ نه آقا درست نیست، درست نیست. اگر اون لباس تو خونه پوشیده بود من متوجه میشدم و نمیذاشتم این کارو بکنه. اون لباس تو خونه نپوشیده بود. اجازه بدید خودش جواب بده. خب بله. چند وقتی که این حس در تو به وجود اومده؟ حس؟ همین حس تمایل به زن بودن. نه اینطوری که شما خیال میکنید نیست آقای دکتر. من هنوز خیالی نکردم. خب خیال کردنی نیست. اگرچه همه چیز برای من واضح و روشنه. هم مشکل رو میشناسم هم مشکل گشار. در واقع مشکلی نیست. پس چی؟ چجوری؟ خودت توضیح بده. خب گفت که آقای دکتر اون فقط یه بازی بوده، یه شوخی بوده، همین. اجازه بدید خود بیمار جواب بده. آقا بچه من بیمار نیست. اگر بیمار نیست شما اینجا چیکار میکنید؟ والله نمیدونم. از این اداره ممکنات یه نامه واسه ما اومد، گفتن امروز باید اینجا ملاقات آقای بابولی. اولا من دکتر بابولی نیستم و دکتر آملی هستم. ثانیا دارم به پرونده شما یعنی پرونده پسرتون رسیدگی میکنم. البته اگر شما اجازه بدید. اصلا میدونی چیه؟ شما به قبل از اینکه مطب رو ترک بکنید میتونید راجع به مرگ پدرشون توضیح بدید؟ خب آقای دکتر، پدرش عمرش به سر رسید و مرد، همین؟ تام همین نداری بگی؟ عمر پدرت به سر رسید و مرد؟ همین؟ پدر خود باشه. خاطر کتابایی که میخوند، کتابای بدجوری میخوند آقای دکتر. امینا فکرش از زندگی منحرف. چطوری خودشو کشت؟ رفت خارج از شهر رو خودشو به یه درخت حلقه آویز کرد. اگر امکانی رو که امروز برای پسرش موجوده یک سال قبل از مرگش برای ایشون هم وجود داشت الان سالم و بالا سر خانوادش بود. حالا ما یک صحبت‌های خصوصی تری با هم داریم. بهتر شما توی مدت توی راه رو عکس مجلات و روزنامه ها رو نگاه کنید.
اجازه دارم مجله هارم بخونم؟ بله، البته، اگه میتونید. البته که میتونم. حالا میخواییم راجع به اون یکی جنسیت طرف بزنیم، اونی که هم پنهانه هم آشکار. حاضری؟ رسمی از خونه بیرون نمیرم هیچ وقت. آها، اون وقتا کچلوار پوشیدن برای مرد جوان مد بود، اما الان دیگه اونطوری نیست. کچلوار همیشه مده مادر. ببین، به عنوان یه زن بهت میگم، زنا فقط به مردی نگاه میکنن که یه کچلوار درست حسابی تنشه، درست مثل همینی که تنته. برو خودتو تو آینه نگاه کن ببین چقدر خودت هم از قیافه خودت حس کنی مادر. نگاه کن، من دنبال این نیستم که نظر زنها رو به خودم جلب کنم. مامان جون یه چیزی با اون چاییت بخور، حداقل یه بیسکویت. مرسی، گرسنم نیست. آخه واسه یه چی نمیخوای نظر زنها رو به خودت جلب کنی؟ زنها رو که خداوند برای گرما و آسایش مردا آفریده، چرا نمیخوای یکی از اینا رو تو خونه پیش خودت داشته باشی مادر؟ به خدا نسیم با این بر رو شغل تحصیلات میشه واسه یه دختر خوب پیدا کرد. تمایلی بشنم چی میگفتی پای تلفن؟ کی از عمل جراحی حرف زد؟ من بودم. اگه کسی چیزی شده میخواد عمل جراحی کنه، عمل جراحی احتیاج داره. کسی چیزش نشده ماما. خب چی؟ خب بگو دیگه. نه، اگه بخوام نمیتونم به هر حال. چرا؟ باید برم سر کار، مامان داره دیرم میشه. میدوارم سر کار باید کاری نداشته باشم، نخوان اذیتت کنم. برو بونت کنم، رئیس شرکت ما بیشتر ترجیح میده که یه مرمون فروش خوب مثل من داشته باشه تا اینکه بخواد خودشو با این ماجراهای علکی قاطی کنه. تازه ماما، اگه یادت رفته من یه حامی مهم تیم شرکت دارم. Thank you.
صحنه 6 دفتر تجارتی یک شرکت اسباب بازی. خیال میکردم موقع نهار دعوتم میکنی. هی اومدی عزیزم. نه قرار بود که صبح اول وقت باید صحبت کنم. یعنی اونطور که آقا حبیبی خواسته. صبح اول وقت؟ دعوایی چی که اینقدر مهمه؟ چیزی زیاد مهمی نبود. من اصلا به خودم گفتم گور بابای حبیبی. اگه اینقدر مهمه چرا همون صبح نگفتی بیام دفتره؟ چرا اینقدر این کلمه مهمه تکرار میکنی؟ مهم هست. مهم نمیتونی وای فرهاد خیلی بدجنسی. تو که میدونی من سیب زمینی سرخ کرده دوست دارم. چرا نگفتی موقع نهار بیام ببینمت؟ چرا تو دارم نمیدازی؟ چی؟ گور بابای همه شون. من که ترسی از کسی ندارم به خاطر اون چی که هستم. اما فقط مشکل اینجاست چون من زن بچه دارم موضوع از نظر مردم خیلی ناجوره. بعدشن باید یه مدتی بگذره اون بی احتیاطی های تو فراموش بشه. متاسفانه از اداره منکرات که نامه فرستادند و از مدیریت شرکت خواستن که مراقب رفتار و کردار کارکنان خودشون نه تنها تو محیط کار بلکه تو محیط اجتماع باشن. یه اختار رسمی. اما اسمم تو نامه اختار رسمی نیومده. تو از کجا میدونی؟ از اونجا که منم اونو خوندم. من خیال کردم به عنوان محرمانه فقط نوشته شده به مدیریت شرکت. ولی خیال نکردی کارکنان اینجا همه در مقام مدیریت هم. فوتوکپی اون نامه خیلی رسمی الان توی دست همه کارکنان هست. همین شاهد خوبیه که ثابت میکنه چه کسی خبر دستگیری تو رو تو اون مهمونی اون لباس به گوش آقا حبیبی رسمی. اونم منو مأمور پیگیری ماجرا کرد. یعنی منظورم از پیگیری کی خبر دستگیری من با اون لباسا آقا حبیبی رسونده؟ هر کدوم از همکارا میتونه این کارو کرده باشه. این روزا به کی میشه اطمینان کرد؟ منظورت چیه که آقا حبیبی از تو خواسته پرونده منو پیگیری کنی؟ ازم خواسته که بهت بگم بهت که... مأموریت داده که منو از شرکت اخراج کنی؟ نه نه من که نمیذارم این اتفاق بیفته. آقا حبیبی فکر کرده که بهتره تو یه مدتی به شرکت نیای تا باز آسیاب بیفته و همه یه جورایی همه چیزو فراموش کنم. برای چه مدتی؟ بعدش من به خودم گفتم بهترین فرصت برای تو همین موقع است که میخوای بری ترتیب عمل جراحیت هم بدی. خواستم یه قلبت مطمئنی که با این عمل هم موافقی؟ چرا که نه؟ چرا که نه چی؟ الان خیلی از مرده دارن این عمل رو توی اینجا انجام میدن. برام جالبه که هیچ کس هم هیچ ممانعتی به عمل نمیاد. ممانعت؟ آره. اتفاقا دولت داره کمک میکنه و درصدی از خرج عمل هم میپردازه. میبینی؟ وقت بعضی ها میگن تو این کشور آزادی وجود نداره. آزادی و تمدن بهتر از این تو تو کجای دنیا میتونی پیدا کنی؟ ولی واقعا مقصودشون از این کار چیه؟ شایع شده که تو جلسات محرمانی افراد بالای حکومت تصمیم گرفتن که آدما رو تنها آزاد بذارن که خودشون جنسیت خودشون انتخاب کنن. همه یه مشکل بر سر اینه که تکلیف این آدما با جنسیتشون مشخص بشه. که مؤنثن یا مذکر؟ آخه چه فرقی واسه حکومت داره که مشخص کنه من مذکر یا مؤنث؟ لابد برای امنیت جامعه. برای امنیت جامعه؟ راستش دقیقاً نمیدونم. اما هرچی هست نیتشون خیره. نیتشون خیره؟ نیت شما چی؟ اونم امیدوارم خیر باشه. منظورت چی؟ منظورم اینه که تو این مدت حقوقم چی میشه؟ خب من اینو از آقا حبیبی پرسیدم. راستش خودم با جوابی که اون داد زیاد موافق نبودم. از طرفی اونم به عنوان رئیس شرکت حق داره بگه ما به کسی حقوق میدیم که اینجا داره کار میکنه یا
بنا به دلایل ناخواسته مثل بیماری نتونسته سر کارش حاضر بشه، اونم در موارد ضروری. اما فرهاد، به خدا عمل جراحی منم یه عمل تفریح و تزیینی نیست. قبول کن که عمل تو هم جزو عملهای زیبایی به حساب. منظورت اینه که دولت داره بهره میده که مردمش روز به روز زیباتر کنه؟ من اینو نگفتم. ببین فرهاد، هر چقدر کمک کنه باز کلی سود برده این وسط. سود؟ حکومت؟ هیچ چی فرهاد، فراموش کن. بالاخره تو حاضر شدی این عمل رو انجام بدی؟ به خاطر اینکه چاره دیگه ای نداشتم. ندارم. من همش میگم خدا رو شکر که هدف تو با هدف حکومت هر دو از این کار یکیه، یعنی اینکه هر دو میخواین تکلیف مشخص بشه. مهمترین هدف از مشخص شدن تکلیف لباس پوشیدنه. بالاخره آدمایی مثل تو حق دارن لباس زنونه بپوشن یا نه؟ برات واقعا متاسفم، واقعا متاسفم که این موضوع برای تو فقط در همین حد لباس پوشیدن خلاصه میشه. نه نه عزیزم، صبر کن. مثلا چیزای دیگه هم هست، چیزای عمیق، اما اون چیزای عمیق که به حکومت ربطی نداره، اونا چیزای شخصی هن. برای اینا این مهمه که آیا قانون رعایت میشه یا نه. برای حکومت این مهمه که قانون اجرا بشه. واقعا باید تشکر کرد از کسایی که دارن از این طرح توی مملکت حمایت میکنن. میدونی تا اگه الان میخوای بری خارج هم این عمل انجام بدی چقدر باید پول بدی؟ چقدر باید پول بدم؟ خیلی خیلی بیشتر از اونی که اینجا داری میگی. میخندی؟ باورت نمیشه. برو بفرس. خب آقای ایرانپور، من گمون کنم که حکم رو از طرف آقا حبیبی به شما ابلاغ کردم، درسته؟ بله قربان، ابلاغ فرمودید. همراه با یک نامه با شرح جزئیات. بله قربان، ماموریت شما انجام شد. خواهش میکنم مراقب رفتارت اینجا باش، بعدا با هم بیشتر صحبت میکنم. مراقب رفتارم باشم؟ مراقب رفتارم باشم چون شما به همین سادگی داری من از این شرکتی که 7 سال اون همه دوندگی براش کردن اخراج میکنیم؟ همین فرهاد؟ خواهش میکنم بهش اینجوری نگاه نکن، چون اصلا اینجوری نیست. حالا برو خونه و یه مدتی برای خودت استراحت کن. منظورم اینه که اگه همین الان بری خیلی بهتر. گاهی پایی یک تپه. من عاشق پرتغالم، به خصوص تو این فصل خیلی مزه میدم، مخصوصا توی هوای لطیف و تمیز بالای این تپه. آره، اما چه هوای کثیف و زمختی رو شهر گرفته. ما میبینی؟ آره، بعدی اومدن اینجا هم اینه دیگه.
اینه که آدم تازه متوجه میشه توی چه تونل سیاه پرازیتی به نام شهر داره زندگی میکنه. اما خودم از خودش هم بعدش میاد. خب تقصیر توه دیگه، من که گفتم بمونیم خونه تو استراحت کن، منم تلویزیون تماشا کنم. میدونی اتفاقا برنامه تلویزیون تو ما خیلی خوبه. علی پروبلمت برا. من که قبلا بهت گفتم تا وقتی که زنده تو رو هر جمعه است به پای کوه، یعنی به اینجا میارم، یکم هوای سالم رو دریه کنی، یه لیوان آب پرتقال بخوری. خب منم استو نیاز دارم دیگه. تازه بعدش بریم توی اون رستوران که رودخونه بشینیم و کباب بخوریم. چطوره؟ میگم چرا گفتی تا موقعی که چرا نگفتی تا موقعی که تو زنده هستی؟ بین من و تو معلومه کدوممون زودتر میریم که. نه اصلا معلوم نیست. چرا این حرف میزنی؟ نکنی این عمل جراحی باشه. ببین ماما، تغییر جنسیت عمل مهمیه، ولی یارو معاون جراح میگفت خیلی عمل آسونیه. گفت فقط واسه اسمینال بیشتر چند شب توی بیمارستان نگه میدارن. ماما باید سرم تغییر جنسیت، تغییر جنسیت بس. ماما چرا میخوای این کارو بکنی؟ واسه چی میخوای این کارو؟ من که حرفی نزدم بچه، من که گفتم موافقم. تو ما نکن، خواهش میکنم، خودتو ناقص نکن، خواهش میکنم. شاید این موقع از سر تو افتاد. نسیم از سر هم افتاد. ما این واقعیته، قبول کن، بپذیر واقعیتو، قبول کن. اون روز تو بیمارستان وقتی تو رو زاییدم، ما چهار تا زا بودیم، فقط من پسر زاییدم. گوشت با منه، فقط من پسر زاییدم. میدونی من به چش اعتقاد دارم. این خب عادیه که یه زنی که دختر میزاد، یه زنی که پسر زاییده رو چش کنه و بهش حسادت کنه. نباید میذاشتن این زنها دور تخت تو جمع شن و اینقدر نگاه کنه. باید فکر این روزو میکرد. مگه چی شده امروز ماما؟ چه اتفاقی افتاده؟ این درسته که وقتی آدم ها با آدم حسادت میکنن و چشم میزنن، میخوام با آدم صدمه برسونن، ولی اگر خدا نخواد این اتفاقا با آدم نمیفته. اونه که آخرین تصمیمو میگیره، تصمیم نهایی رو میگیره. اگر نه این آدم ها با حسادت هاشون چشم آدم ها از کاسه در میآوردن. آره ماما، حسادت خیلی بد چیزه. ماما، چون نسیم؟ چون نسیم ببین؟ ماما، یه بار که فرهاد خیال کرد من با یکی دیگه قاطی شدم، دیگه بهش محل نمیذارم، از شدت حسادتش میخواست چشم من رو از کاسته در بیاره، میخواست من رو بکشه. میخواست تو رو بکشه؟ آره. که میگین عاشق، با هم دوستین، با هم رفیقین، میخواست تو رو بکشه؟ به خاطر همین دیگه. چون با هم دوستین و رفیقین میخواست تو رو بکشه؟ به خاطر اینکه عاشق منه، منم عاشق اونم. نسیم، شما دوتا مردین، آخه چطور میشه عاشق هم باشی؟ این اولین مردی نیست که عاشق من شده، اولین مردی هم نیست که من عاشق شدم، اما آخریه. آخری چیزی گفتی؟ نه 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 نه، هیچ. مگه قرار رو من زیر چاقوی جراحی تلفشم بمیرم مامان؟ ببین من ناراحتم برای این که از دست دادن یکی یک دونه پسر ناراحتی هم داره. تو اینا رو بچه نداری نمیفهمی. بعدم زبونم لاف، قرار نیست ببینی زیر دست جراح. بعدم من نگفتم ناراحتم از این که بچه ما از دست میدم، گفتم ناراحتم از اینی که پسرم از دست میدم. میفهم. میفهم. ببین ماما، تو خیال میکنی اگه جایی زندگی میکردیم کسی به سرواز من کاری نداشت، من دست به این عمل میزدم؟ اگه جایی بودی که نمیگفتم چرا موهاش این مدلیه، چرا ابروهاشو برمیداره، چرا اینجوری راه میره، اگه دوست پسر داشتم جمعه سنگین نداشت، من دست به این عمل میزدم؟ نمیتونی بفهمی، یعنی هیچ کس نمیتونه بفهمه، مگه کسی خودش تو این برزخ گیر کرده باشه تا
تازه بعد باید دوباره راه فرار بگردید. فرار از دستگیر روزمره معمولا که ممکنه هر کدوم از اونا اضافه جنجال گنده برای درست رو تو رو قدم به قدم برسونه بالای چوبه دار. تو اما تو اصلا میدونی همین چند سال اخیر چند تا جوونی بیگناه از چوبه دار حلق آویز شدن؟ نمیتونی. منیجر خانم روزنامه هاشو به من نشون بده. بهش گفتم منیجر خانم چرا این روزنامه ها رو به من، این خبرها رو به من میدی؟ گفت هیچی، همینطوری میخواستم اطلاع داشته باشی. بدونی چه بلاهایی سر بچه های مردم میارن. آره ماما، پسر نداشته باشی بهتره یا اصلا بچه نداشته باشی؟ میبینی که چاره جز عمر تو این شهر نداره. توی این شهری که خیلی هم دوستش دارم، هم دوستش دارم بعد هم میاد ازش با همه گندگو بش دوستت دارم و بعد هم میاد ازش. آیا سیر این یارو رو باش چون چه بال بازم روی کن ببخشید مادر، این دختر خانومه پسر شماست. برو آقا مزاحم نشو، برو مزاحم نشو بچه، برو برو مزاحم نشو. باشا شروعش نکن، بکن برو. بیمارستان بخش جراحی. ها اوکی 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 ایتز اپ تو یو سی یو سی یو اوکی 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 بای 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 اوکی اوکی. آقای نسیم ایرانپور از ات رایت درسته؟ آقاش رو نمیدونم آقای دکتر، ولی نسیم ایرانپور درسته. دستیار من به شما گفته که من جراح عمل شما هستم. از ات رایت درسته؟ بله درست. خب حرفی، سوالی، کوئسچنی، چیزی داری بگی یا بپرسی؟ ببین آقای دکتر، من هنوز مطمئن نیستم که تصمیم درستی گرفتم یا غلط. دونوری پسر، دونوری، نه تو اولیش هستی، نه آخریش. خب اگه اونا بگن اشتباه کردن چی؟ ببین، من به تو اطمینان میدم که راه درستی رو برای زندگیت انتخاب کردی. همه ی آدم هایی که مثل تو بدون داشتن هویت جنسی پا به این عرصه میگذارن، این عمل حلال مشکلاته، تو رو برمیگردونه به اون چیزی که باید باشی، به جنسیت اصلی خودت. شما مطمئنی که جنسیت اصلی من مؤنثه؟ anyway. اما شما همین الان به من گفتین آقای ایرانپور، درست دکتر؟ ببین من دو ساله که اینجا هستم، همه مشکلاتی که برای افرادی مثل تو ناشی میشه از همین موضوعه.
از موضوع جنسیت و هویت که البته این دوتا یکی هستن. خودتو بذار جای یک مأمور نیروی انتظامی که مسئول شناسایی افرادی مثل توه. اگر با یکی مثل خودت مواجه بشی چی کار میکنی؟ خب از کنارش میگذارم و میرم. ببین من 2 ساله که این عمل رو دارم انجام میدم. البته من که کاره ای نیستم، این علم امروز است که این کار رو داره انجام میده، علم به کمک یاری خدا، چون اگه خدا نباشه علم با تمام دانشی که داره هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آقای دکتر پس یعنی به نظر شما من الان با این شکل قیافه عجیب هستم؟ عجیب؟ وقتی از خودت میپرسی چرا؟ چرا دم به دقیقه مامورای نیروی انتظامی تو رو دستگیر میکنن؟ به چه جوابی میرسی؟ خب من به این جواب میرسم که اونا حق ندارن من رو دستگیر کنن، اما این حق رو به خودشون میدن چون اصله. نه این جواب خوبی نیست که به خودت میدن. تو خودت رو بگذار جای مامورای نیروی انتظامی. یک آقایی رو میبینن که موهاشو بلند کرده، زیر ابروهاش رو برداشته و تن و بدن خودش رو یه جوری حرکت میده که تنها از یک زن برمیاد که اینجوری تن و بدن خودش رو حرکت بده. من به تو قول میدم، قول میدم که راحت نمیتونی از کنارش بگذری. نه نمیتونی بگذری. ببین آقای دکتر، به هر حال من حاضر شدم عمل کنم به این امید که با این کار هویت اصلی خودم رو پیدا میکنم. هویت این کارپستان رو بینیم، همه رو اونایی برای من فرستادن که تو این اتاق عمل شدن، همه شونم به من گفتن دکتر تو زندگی ما رو از این رو به اون رو کردی، totally different. همه شونم به موضوع هویت اشاره کردن. من هر وقت این کارپستالا رو ببینم اشک تیبش میگین شما، شوق از چشمام سرازیر میشه. و این پیدا کردن هویت حتما همراه با درد شدید فیزیکیه. دفنتلی نه تو اینجا تو بیمارستان هستی، پرستارا دورتن، هر نوع مسکنی بخوای در اختیارت میگذارن. البته باید من اشاره بکنم که تحمل درد از استفاده از مسکن بهتره. چرا؟ چون به التیام درد کمک میکنه. مطمئنین آقای دکتر؟ Believe me پسر، Believe me، من پزشکت هستم، نمیتونم بهت دروغ بگم. نه منظورم اینه که مطمئن از این کار پشیمون نمیشم. ببین به زودی تو هم یه دونه از این کارتای تشکر رو برام میفرستی. حالا بخند پسر بخند. بخش زنان نگه دارم، شاید مجبور باشم لباس خواب زنانه تنم. چی شدی ماما؟ چه ناراحت شدی یه هایی؟ نه اصلا ناراحت که نیستم.
نه ناراحت نیستم میدونی نسیم، حالا دیگه از شرشون راحت میشی مادر، از شرشون راحت میشی دیگه، هی توی خیابون دستگیر و توهین و تحقیرت نمی کنن با قول خودشون، دیگه تکلیفت روشن میشه این وری هستی یا اون وری. فقط یه چیزی ببین، اگه تو بیمارستان تو قسمت بخش زنونه لباس خواب زنونه تنت کنن بابود، باید روسری هم سرت کنی. ها شاید اگه مجبور باشم، من که اهمیت نمیدم اگه فرهاد خیالش راحته. فرهاد؟ گفته تا آخر عمر با هم میمونیم، گفته هیچ وقت از هم جدا نمیشه. آه حالا کجا تشریف داری؟ رفته زنشو طلاق بده، بچه ها پیش مامانشو میمونن، فرهاد فقط خرجشونو میده، بعد برمیگرده همین دور برا یا آپارتمان اجاره میکنه که به اینجا نزدیک باشه. حالا این قربونت برم، ببخشید که مجبورم بعضی روزا گاهی هم شبا تنهات بذارم. شبا؟ گفتم گاهی شبا ما. خب بعد من تنها میمونم دیگه شبا. میدونم از تنهایی میترسی، ولی چاره دیگه این نیست. هست. من که گفتم از تنهایی میترسم؟ نه نگفتی. من فقط گفتم بعضی شبا وقتی تنها یک کمی خوف میکنم. گفتی یک کمی؟ نسیم پس چرا اون نیاد پیشم ها؟ من که دیگه حرفی ندارم، من که همه چی رو قبول کردم مادر، همونقدر که تو سالم باشی که این اتاق فهمی بالای پر من باشی من برام بس. باشه بهش میگم. میگی؟ آره. خب بذار من برم خمیر دندون رو مسواکت بگیرم. اصلا در نکنم. میگم نسیم جانم نکنه تو رو هم قانعت کنه منو بذاری خانه سالمندان. خانه سالمندان مامان؟ تو رو نه گمون نمی کنم، یعنی من نمیذارم. خودت گفتی که زنشو راضی کرده بود مادرشو بذاره خانه سالمندان. آها اون مادر زنم حواس پرتی پیدا کرده بود، یه چیزی میگفت بعد یادش میرفت چی گفته. مامان هر چی ازش میپرسیدم فقط میخندی. فقط میخندی؟ آره فقط میخندی. من اینجا خانم میگه اتفاقا خنده خوبه، روح آدم رو جلا میده. خنده وقتی معنی داره که آدم خوشحال باشه. خب شاید اون مادر زنم خوشحال بوده تو که نمیدونی. خوشحال بوده؟ داشت میمرد بیچاره. شاید واسه همین خوشحال بوده تو که نمیدونی. اگه مردن انقدر خوشحال داره خب لابد تو راست میگی. بابا مردن فقط بدش اینه که آدم رو جلو جلو خبر نمیکنه. اما تو الان خوشحالی درست؟ آره فقط خیلی طول میکشه این مدارکت حاضر بشه، یعنی واسه گواهی نامت هم باید دوباره گواهی نامه نانندگی باید دوباره امتحان بدی. منیژه خانم میگه باید همه اینا رو بریم از این نیروهای امنیتی بپرسیم، شاید مجبور شن بهت یه کاغذ به خصوص بدم مثلا. پس منیژه خانم درباره همه زنی که دارم توی خیابون رانندگی میکنن چی میگه ماما؟ من وقتی عمل کنم، وقتی زن بشم، مثل همه این زنه میشن که دارم رانندگی میکنن دیگه. نظرم پشت فرمون بشینی واسه من یکی واویلا میشه. و دیگه کی من شبای جمعه ببره کنار کوه و آب میوه بخوریم و مردم رو تماشا کنیم؟ سره این قربونت برم، هیچ چیزی توی برنامه زندگی ما عوض نمیشه، همه چیز همونطور خواهد بود که الان هست، همراه با جمعه شبا بود، روندم به طرف پای کوه بود. یه لیوان گنده آب پرتقال سر کشیدم اینجوری هیچ عوض نمیشه نسیم، قول میدی؟ هیچ عوض نمیشه پسرم، هیچ عوض نمیشه، هیچ عوض Thank you.
صحنه ده، اتاق عمل. همه دنیا اومدم تا که بگم اینجا خیلی چیزا رو خیلی یک کار دیگه ای ندارم تو این دنیا زندگی بم شده خیلی یک برده ها تو دلم خیلی شد پس یه دل تو سیمه خیلی با نه به نتیجه و بچه ندارم که شبه ای بدم خیلی شد من هم مثل تو زندگی یه توهم عین فیلم چیزی که میشنوی کل من با چیز دیگه نیست خیلی حرفامو نداری درکش و پس از هر جایی به هم حمله شد مسئله توی مخ منه فقط من بلدم راه بندش آن اینو بفهم بار اصلا به چیم زدم واسه این کار زندگی با میسازم اونجوری که میخوام ولی هر بار یه روح جدید تو دل تک تک حرفا هم با حس میکنم که پیر شدم بعد بیست و چند سال پس حرفای منه این بار که مثل تیر میره تو گیچ گاز صحنه 11 دفتر مددکار اجتماعی نه اون خانومی که هفته پیش شما اینجا دیدید اون خانوم مسئول رسیدگی به پرونده شما نیست اون خانوم فقط مسئول ثبت نام شما بودن که هفته یه مرتبه به اینجا مراجعه کنید چرا؟ چون که تحت درمان قرار بگیرید چرا؟ چون که خوبه 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 خوب بشید البته من دکتر نیستم یعنی هیچ کدوم از ماهی که اینجا کار میکنیم دکتر نیستیم همه ما مددکار اجتماعی هستیم که کارمون کمک فکری دادن به افراد معتاد به مواد مخدره حالا هر نوع مواد مخدری که میخواد باشه البته برای کسایی که حواس پرتی دارن خدا رو شکر خدا رو شکر که سر و کار ما فقط با جووناست ما با پیرا کاری نداریم و افرادی که با مشکل شما مواجه هستن پیش از شروع هر چیزی من باید خدمتون عرض کنم که تازه 3 ماه از عمل شما گذشته هول نکنید به خودتون فرصت بدید بعضیا بلد نیستن چجوری به خودشون فرصت بدن و تنها راه درمان خودشون رو در چی پیدا میکنن؟ در خودکشی برای که به خودشون نمیتونن فرصت بدن به خدا خداوند به تعمد این مشکل رو در وجود انسان قرار داده میخواد بنده خودش رو امتحان کنه میخواد ببینه که این بنده چطوری میتونه از این تونل سالم و سرفراز بیاد بیرون ما یه سری داروی آرام بخشم برای شما گذاشتیم که روی جعبه های اونا نوشته که و چطوری میتونی مصرفش بکنی از همه مهمتر دیگه قانون به شما کاری نداره
شما حالا دیگه به عنوان یک فرد عادی راحت میتونید تو جامعه سالم زندگی بکنید. حالا من میرم پشت میزم میشینم تا به توضیحات شما گوش بدم. چرا؟ حتی دیگه چرا نه. دختر یا پسر برای مادر این چیزا مهم نیست. مهم اینه که بچه سالم به دنیا بیاد، سالم زندگی کنه و خوشحال باشه. انیجه خانم میگه اخلاق نسیم هیچ فرقی نکرده، هنوز مثل سابق محترم و با ادبه. میگه راستش اوائل برام سخت بود که نسیم رو این شکلی ببینم، ولی حالا که یه سالی گذشته عادت کردم. میگه چه فرقی میکنه، قبلنا نسیم یه پسر خوب همسایه بود، حالا یه دختر خوب همسایه است. تقصیر خودش نه، ناچار شد بره، چون همه چیز به اون فشار آورد که اونو از من جدا. زنش یه شغل خوب توی شما، خب به هر حال بچه هاش هم دوست داره، میدونم که دوست داره، اما گفته بود بتونه از اونا جدا زندگی کنه و گاهی بره بهشون سر بزنه، چون در واقع عاشق من بود. چیزی بود که خودش میدونه، منم باور کردم، منم عاشق اون بودم. بودم؟ میدونی جلوی نگاه عوضی مردمو که نمیشه گرفت. این مردم اینقدر به یه چیز و یه کسی نگاه میکنن تا بالاخره سر از کارش در بیارن. بذار نگاه کنن، اگه دلشون میخواد نگاه کنن بذار نگاه کنن، مهم نیست. اما اونایی که تو خیابون گله گله تفنگ به دست بایستادن و هی جلوی ماشینا رو میگیرن و صورتشون رو میارن جلو صورت آدم، هی جلوتر، بعد به آدم میگن پیاده شو، مدرک نشون بده، سند نشون بده، کی هستی، از کجا میای، کجا میری، اونا مهمه. این حرف نبود، من که حرفی نداشتم که قبول کرده بودم، فقط گفتم آخه بی انصافا دیگه، چی از جون پسر من میخوان دیگه، ولش کنین دیگه. گفت مادر نگران نباش، وقتی جزئیات مشخص شد میتونی بری. چقدر خوب میشد که این جزئیات برای یه بارم شده، برای همیشه، برای همشون مشخص میشد. چطور شد دست به این کار زدم؟ چطور حاضر شدم خودم رو بسپارم به چاقوی بیهیای دکتر بیهیا که این تویی تیک پارم کنم؟ تازه بهش پولم دادم، اگه یکم فکر کنم به سرنخ این میرسم که چه کسانی من رو سپردن به این سفر سیاه. به این راه یک طرفه که چاره هم ندارم غیر از اینکه تا آخرش برم، یا تا آخرش برم یا یه جای همینجا راه رو تموم کنم. آره خودم تمومش کنم. نه همین الان که نه، الان فقط دلم میخواد که یک کنم. Oh
باید به همه اینا خندید. آقه خندم داره اما خندید تا قشق. نه چرا تمامش کنی این راه رو؟ تو چه میدونی چی میشه؟ چی پیش میاد؟ شاید خیلی چیزای خوب پیش بیاد توی همین راه یک طرفه، چیزای خیلی خوب. برای شروع مثلا ببین چقدر خوشگل شدی؟ اداره آگاهی، بخش گمشدگان، حال. عجب. بله. عجب داستانی شد مادر. بله آقا، بله. حالا من میگم چرا شما تشریف بردید اینجا؟ امروز صبح من اینجا خانم گفت یه خبر بدی از رادیو پخش شده. گفت خودش به من نمیتونه بگه. باید حتما بیام اینجا شما به من بگید. تو رو خدا بگید این خبر چیه؟ منیژه خانم اون دوستتونو میگید؟ بله، همسایه‌مون سه تا پلاک اون برتر میشه. گفت اون خبر خودش به گوش خودش نشنیده، در دهن کسی دیگه شنیده. ولی هرچی التماسش کردم به هم نگفت خبر چیه. گفت باید بیام از شما بپرسم. میگم مادر توی سه روز که پسرت ای بابا ببخشید فرزندتون گم شده به کجا مراجعه کرد؟ همه جا آقا، بیمارستان رفتم، مراکز امنیتی رفتم، پزشک قانونی رفتم، حالا آخرش هم اومدم اونجا. به همه اونا مشخصات دقیقه شده؟ همه، با جزئیات. هیچ کدوم هم نگفتن که مثلا ممکنه چه اتفاقی افتاده باشه براش؟ نه آقا، هر اداره ای رفتم گفته برو اداره دیگه. شاید لزومی ندیدن شما رو دل واپس کنن. نمیدونم. من میگم شاید اصلا به مورد شما مربوط نمیشه. ان شاء الله که همینطوره. به هر حال توی ده روز گذشته سه قتل مشابه تو شهر اتفاق افتاده. در واقع باید بگم بیرون از شهر، چون شخص یا اشخاص قاتل قربانیای خودشونو میبرن بیرون شهر و اونا رو به درخت حلق‌آویز میکنن. یه یادداشتم رو سینه‌شون میذارم که این اعدام جهت حفظ اخلاق جامعه انجام شده. خبر
دارم دوباره عکسای گرفته شده از قربانی ها میگردم. ببخشید ها، اما شما نگفتین این قتل چه رابطی به بچه من داره؟ صبر کن مادر، صبر. این گروه که خودشونو گروه مبارزه با فساد اخلاقی معرفی میکنن، قربانیاشون کسایی هستن مثل فرزند شما. منظورم مردایی که تغییر جنسیت دادن. خانم ایران بود کجا داری میریم با این عجله؟ دارم میرم یه اداره دیگه، یه مرکز دیگه، شاید بچه مون پیدا کنم. اما شما نگفتیم عکس بچه شما تو این عکس ها نبود؟ من دوباره عکسش نمیگردم آقا، من دوباره خودش میگردم. پسرم، پسرم!